रुख पे लिखी है बचपन कहानी, बहते हैं आंसू जैसे दरिया पानी, लुक छुप लुक छुप खेल है आरो, मैं डर डर के खेला हूँ। سلام علیکم. علیک السلام. خواهرت که منو ول کرد و رفت، ولی فکر کنم تو دست از سر من بر نمیداری. من ازتون دست بر نمیدارم. مطمئن بودم که اینجا پیداتون میکنم. وقتی بچه زخمی میشه اولین کاری که میکنه اینه که بره پیش مامانش. و اگه مامان بچه هاشو ول کنه بره چی؟ شما به اون چی میگین؟ من نمیخوام سارا رو با مادرهای دیگه مقایسه کنم. به هر حال بیا داخل. گلزار، گلزار ببین کی اومده. خاله افروز. گلزار بیا. این بادکنک ها رو واسه من آوردی؟ آره، تا تو هم مثل این بادکنک ها بالا پایین بپری. افروز خیلی خوشحالم که هر روز به دیدن بچه ها میای. اینطوری منم مطمئنم تنها نیستیم. داداش بلال، شما تنها نیستین. من مطمئنم که آبجی سارا دوباره بر میگرده. این یه جدایی موقته که خیلی زودم تموم میشه. افروز ازت خواهش میکنم که جلوی من و بچه ها دیگه از سارا صحبت نکن. گلزار، مونا کجاست؟ تو اتاقه. بریم باهاش بازی کنیم. دردوں کے پیچھے ایک آنگن ہے، اس آنگن میں گرا ہوں، رخ پہ لکھی ہے بچپن کہانی، بہتے ہیں آنسو جیسے دریا پانی. این دختر اینجا چی کار میکنه؟ مامان بعد رفتن سارا افروز بهمون سر میزد. ولی آخه چه نیازیه که هنوزم با عضوی از اون خانواده ارتباط داشته باشی؟ بی خیال مامان، خب حتما از طریق افروز از زن دوست داشتنیش خبر میگیره. هم بر مراقب حرف زدنت باش دختر. دیدین مامان، هنوز نمیتونه راجع به زنش چیزی بشنوه. نمیتونی به خاطر بقیه با خواهرت اینطوری رفتار کنی، فهمیدی؟ مامان افروز مهمون منه، همیشه دیدن بچه‌ام میاد. اگه اونا اینقدر نگران بچه‌ها هستن، پس چرا ازشون مراقبت نمیکنن ها؟ عجیبه، اون زنت خیلی زرنگه. مسئولیت بچه ها رو گردن تو انداخت و تو رو پرستار بچه ها کرد. الانم خواهرش رو فرستاده که برو ببینیم پرستار مفتی میتونه از بچه های من مراقبت کنه یا نه. آفرین مامان، خیلی زود فهمیدین قضیه از چه قراره ها. دختر همه چی واضحه، ولی این احمق نمیفهمی. مامان ما در این مورد بحث کرده بودیم، صبحم به نتیجه رسیده بودیم. موضوع بچه ها نیست، بلکه این دختری که مهمون ناخوانده است و اون داخل نشسته مسئله است. مامان افروز میاد دیدن بچه های من. این کجاش مشکل داره؟ اگر بچه های من از 24 ساعت فقط یه ساعتشو خوشحال باشن. در ضمن مامان، اگر با این موضوع مشکلی داری لطفاً به من بگو، اگرم نداری دست از سر من بردار. آفرین پسرم، از شرایط مامانت سوء استفاده کردی و خوب حرفتو به کرسی نشوندی، ولی تو امروز نتونستی حرفتو به زنت بفهمونی. چرا اینقدر زود شکستو قبول میکنی؟ خب اینجا خونه بابای اینم هست، بذار هر کار دلش میخواد بکنه. تا کی من به این همه چیو بفهمونم؟ سارا خانم؟ بله آقا. این چیه؟ من نمیتونم آقا. یه نگاه دیگه بهش بندازین. باشه، الان چکش میکنم. چیو میبینین؟ شما یک سره دارین با گوشیتون کار میکنین. نه آقا، داشتم با گوشی کار میکردم. لطفاً این پرونده که درست کردین رو دوباره با دقت بخونین. دارین زمان همه رو هدر میدین. ولی آقا من با دقت خوندمش. یعنی من اشتباه کردم؟ نه آقا، من منظورم این نبود. من خیلی متاسفم، من اینو صحیح میکنم و دوباره براتون ایمیل میکنم. فقط تحصیل نه، بلکه از اول باید درست بشه. جدولش باید دقیق باشه.
نکنه فکر کردی مشق بچه مدرسه است؟ ولی آقا دوباره درست کردنش خیلی زمان میبره. این مشکل من نیست، مشکل شماست. من امروز اینو کامل میخوام. ولی آقا این چطور ممکنه؟ دو روزه که من همش بعد تایم کاری اینجا میمونم و اضافه کاری میکنم، حالا از من میخواین دوباره از اول اینو درست کنم؟ سارا شما به نظرم باید این کارو ول کنین و تو خونه بشینین. اینطوری که پیش میری نمیشه. اگه میخواین کار کنین پس باید درست انجامش بدین، وگرنه مجبورین یه کارو هی تکرار کنین. منم باید به بار دستی رو جواب پس بدم. بله آقا. میتونم خلوتتو به هم بزنم؟ خلوت؟ از کدوم خلوت حرف میزنی؟ بیا داخل. ممنون. دانشگاه چطوره؟ خوب پیش میره. کار شما چطوره؟ خوبه. عادت کردین یا نه؟ عادت بکنم یا نه؟ فعلا این تنها کاریه که گیرم اومده. میدونین چی شده؟ داداش بلال اون خونه ای که با شما اجاره کرده بود رو ول کرده و رفته. گوشیش هم فروخته. گلزار میگفت که کفشاش هم پاره شده. آره خب، حالا که شده من چی کار کنم؟ چرا به من میگی؟ چون شما زوج عالی بودی، هنوزم هستی. تازه طلاق کامل که نگرفتی، فقط از هم دور شدی. این اولین ازدواج با عشقمون بود، یه سرکشی از یه خانواده سنتی. آبجی ملی هم با رضایت خودش ازدواج کرده بود، اما ازدواجش با عشق نبود. میدونین آبجی، وقتی اینطور زوجا جدا میشن یه اشتباه برای جامعه میشن، بعدش نسل جدید از اسم عشقم میترسن، چون همیشه جلوی چشممون نتیجه عشق شما دوتا ظاهر میشه. آبجی هنوزم میتونین برگردین و این مثال اشتباه رو درست کنین. داداش بلال الان برگشته پیش اون آدمایی که به خاطر شما اونا رو ویل کرده بود. آبجی بلال آدم قویه، ولی قدرت اون شما بودین. قدرت یک مرد خونوادشه، همسرشه. تو چرا هر بار میای و داغ دلمو تازه میکنین؟ طرف کی هستی؟ بگو. من هیچ کاری نکردم، این وسط من گناهکار نیستم، فهمیدی؟ چی شده عزیزم؟ ها؟ همه چی خوبه دخترم؟ سارا؟ حتما تو چیزی گفتی؟ چه مزخرفی گفتی؟ بگو، بگو، وگرنه الان میکشم. خواهش میکنم ولش کنین. اون هیچ کاری نکرده، گناهی نداره. ولش کن، کاری نکرده، هیچ کاری نکرده. من فقط دلتنگ بچه هم بودم و کارای یه شرکت هم درست پیش نمیره. هرچی میگذره بیشتر دلتنگشون میشه. و اون عابد داره انتقام بلال از من میگیره. زندگی رو برام جهنم کرده مامان. دخترم این که خبر خیلی خوبیه. یعنی چی؟ یعنی آخه تو نمیتونی ببینی که سارا از درد عشق غمگینه؟
شما هم به همون چیزی فکر میکنین که من فکر میکنم؟ آره دخترم، وقتی تو باهاش حرف میزنی و اون احساساتی میشه، قشنگ واضحه که نمیتونه بچه ها رو فراموش بکنه. به نظر من اون داداش بلال رو فراموش نکرده، فقط بری خودش نمیاره. آره این هست دخترم، بلال عشق اولشه و بچه ها عشق دومش. آخه کی میتونه عشق اولش رو فراموش کنه؟ من فکر میکردم که با احساسات کردن آبجی سارا دارم اشتباه میکنم، ولی شما به من امید تازه این دادی. انشالله اون دوتا رو به هم میرسونیم. بله انشالله. انشالله. خب مامان من دیگه میرم. یه لحظه صبر کن. بیا این پولو بگیر. افروز. بله. یه دقیقه بیا اینجا. اومدم. عجله کن. کاری داشتی؟ آره یه لحظه صبر کن. ببینم در رو قفل کرد. اینجا چه خبره؟ نمیدونم مامان. حتما یه چیزی هست. ببین میخوام این 5000 روپیه رو بدی به گلزار رو بگی برای خودش کتاب بخره. آبجی چرا خودتون نمیدین؟ اگه شما دلتون بخواد من به یه بهونه‌ای میتونم بیارمش پارک. نه افروز من نمیخوام سیف بشم. تازه اگه اون طفلی منو ببینه دلتنگم میشه، که من اینو نمیخوام. اینو بهش بده. یه کلمه هم نمیتونم بشنوم. فکر کنم این دوتا دارن یه کارایی میکنن. به نظرم باید خیلی حواسمون به سارا باشه. اما مامان اگه چیزی که ما فکر میکنیم نباشه و چیز دیگه ای باشه چی؟ نه خیر، همون چیزیه که فکر میکنیم، بهش اعتمادی نیست. آره شما درست میگین. نمیدونم چی کار میخوان بکنن. فقط نمیخوام زیاد جلوی چشم کسی برم. خودم هر ماه بهت پول میدم بهش برسون. اون پسر عاقلیه، خودش میتونه وسایل مورد نیازش رو تهیه کنه. بهش بگو کتابای زیادی برای خودش بخره. من میخوام اون درس خون بشه. هیچ وقت نمیخوام بسرم که هم بوده چیزی رو حس کنه. به هر حال فعلا تو باید بری دانشگاه و منم برم سر کار. نمیخوام خیلی دیر کنم. باشه. خدا حافظ. چی شده دخترم؟ ببینم چی کارش داشتی. خب راستش مامان من راستش دکمه لباسم افتاده بود، به افروز گفتم که بیاد برام بدوسه. آره.
آها دخترم واسه اینجور کارا منو صدا بزن، تو خونه هم برات انجام میدم، یا به این خواهرت بگو میدونی چقدر دوست داره و با کمال میل برات انجام میده. باشه باشه حتما، چرا که نه، از این به بعد به خودتون میگم. باید برم، نمیخوام دیر کنم. برو عزیز دلم، برو قربونت برم. خداحافظ. خداحافظ. نه خیر، قبول ندارم، حتما یه چیزی هست. خب مامان منم میرم، خداحافظ. مامان من اینجا هستم. مامان. بگو تو که میخواستی واسه مصاحبه کاری بری. آره مامان، ولی وسط راه صابخونه بهم زنگ زد. خیر باشه. وسایل خونم رو برام فرستاده. ولی وسایلو که به خاطر اجاره گرو گرفته بود. آره ولی واسه نگه داشتن وسایلم به جا نیاز داشت، میخواد خونه رو اجاره بده، واسه همین بهم زنگ زد، گفت که وسایلو برام فرستاده، حتی هزینه وانت هم خودش حساب کرده، بهم گفت که من بهت اعتماد دارم، گفت مطمئنم وقتی بری سر کار خودت بهم اجاره عقب مونده رو پس میدی. اون وقت وقتی وسایلتو میخواست بندازه تو کوچه اطمینانش کجا بود؟ میدونی که این صابخونه ها خیلی زرنگن، حتما یه اجاره نشین پولدار پیدا کرده و پول زیادی ازشون گرفته و وسایلتو نیاز نداره. بی خیال مامان، خودش میدونه و کاراش. من میخواستم ازتون اجازه بگیرم که اگر بشه وسایلامو بذارم کنار انباری. به هیچ وجه، همه اون وسایلو بنداز بیرون. من نمیفهمم، مگه واسه برگشتن به این خونه ازم اجازه گرفتی؟ مامان من که خب معلومه، خونه باباته، یعنی خونه تو هم هست، هر جا میخوای بذار. ولی اینجا خونه شماست، شما حق دارین که نظر بدین. اصلا فکر میکنی ذره گردن تو هم حق دارم یا نه؟ باشه زیاد حرف نزن، برو هر جا دلت میخواد وسایلتو بذار، چون تو خونه رو ترک کرده بودی من بیرونت نکردم. در ضمن امروز اون دخترم اومده بود. کدوم دختر؟ اون خواهر زنه دیگه، کیو میگم؟ 10 دقیقه اومد اینجا بچه رو دید و رفت. ولی معمولا بعد دانشگاه میاد اینجا. من از کجا بدونم؟ دانشگاهشم نزدیک خونمونه. اون زن خود سر تو از همینجا پیدا کردی. این دانشگاه همه آرامش رو ازمون گرفت. ماما من میرم وسایلامو جا به جا کنم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. الو؟ خوب حرفمو گوش کن. اگه شما رئیسین، پس رئیس خونه خودتونین. به این معنی نیست که میتونین از مقامتون سوء استفاده کنین. بله؟ من نفهمیدم شما کی هستین؟ اینو ول کنین که من کیم. فقط بهتون میگم مراقب رفتاراتون باشین. شما اگه با اون بلال دوستین، دوستیتون جای خودش، ولی به خاطر اون زندگی دخترم و واسش جهنم نکنین. شما مادر سارا هستین؟ آقا به این فکر نکن که مامان کارمندمه 4 کلمه بارم میکنه و ساکت میشه. حرف من به بالا دستیاتم میرسه. شما خودتونو چی فرض کردی؟ کارمندا رو به بهونه کار تو شرکت نگه میداری؟ مگه اون بی صاحبه بردتونه ها؟ بگو. الان فقط هشدار میدم، ولی دفعه بعد جای دیگه شکایت میکنم. فهمیدی؟ آدم مزخرف. عجب عوضیه. بابا همه خونه رو گشتم، هواپیمام نیست. هنوز پیداش نکردی؟ خب بابا منم همینو میگم، تو این خونه یه هواپیمای کوچیک چطور میتونه غیب بشه؟ هواپیما بود دیگه، حتما پرواز کرده. بابا شوخی نکنین. پس چرا اذیتم میکنی؟ راستی بگو ببینم، امروز خاله افروزت اینجا بود؟ وقتی ازت سوال میپرسم جواب بده.
اومده بود. خب چیا میگفت؟ چیز خاصی نگفت و فقط چند دقیقه نشست و منو بوسید و رفتش. آه خوبه. سارا خانم؟ بله آقا. شما حق ندارین شماره تلفنمو به مامانتون بدین و منو بی آبرو بکنین. چی؟ ببخشید آقا، حتما براتون سوء تفاهم شده، من هیچ شماره ای ندادم. چرا دروغ میگین؟ شما خونه میرین و گریه زاری میکنین که من شما رو اذیت میکنم. انتقام بلال از شما میگیرم. آقا مامان من اینا رو بهتون گفته؟ ببینم، من با شما غیر از کار حرف دیگه ای زدم و چیز دیگه ای گفتم؟ آقا من پس چرا کاری کردین مامانتون تهدیدم بکنه؟ من بعد از ساعت اداری به دلیل کامل نشدن کار نگهتون میدارم و نگهتونم خواهم داشت، مطمئن باشین، اگه کارو درست انجام ندین البته. آقا مامانم کی بهتون این حرفا رو زده؟ سارا خانم، اون زنی که زندگی شما و شوهرتون رو نابود کرده الان تو کارتون دخالت میکنه. من فکر نمی کنم اینطوری تو هیچ شرکتی بتونین کاری پیدا بکنین. حالا فهمیدم چرا نتونستیم با بلال زندگی کنین. ببخشید آقا، شما لطفاً تو زندگی شخصیم دخالت نکنین. شما زندگی شخصیتون رو توی شرکت دخالت دادین. قبل از تلفن مامانتون من هیچ وقت در مورد زندگی شخصیتون حرفی نزدم، همش تقصیر خودتونه. الو. بله عزیزم بگو. خاله شما کجایین؟ من دارم میرم جلسه. کی برمیگردین شرکت؟ شرکت بر نمیگردم، کارمو که تموم کردم از اینجا مستقیم میرم خونه. خاله من نمیفهمم، کی شماره آقا عابدو به مامانم داده؟ شما دادین مگه نه؟ آره من داده بودم، چرا؟ وای خدا، خاله شما چیکار کردین؟ آخه چرا شما باید همچین کاری میکردین ها؟ نمیدونم مامانم زنگ زده بود چیا بهش گفته، ولی اومد سرزنشم کرد. چی؟ مامانت حواسش سر جاشه؟ من نمیدونم که اون حواسش سر جاشه یا نه، ولی شما اصلا نباید شماره رو بهش میدادین، حداقل از من میپرسیدین. آخه من فکر کردم شماره تو خاموشه و شماره عابد و برای این میخواد که با تو حرف بزنه و از حال تو با خبر بشه. تو که میدونی مامانت همیشه نگرانه و منم بیشتر وقتا شرکت نیستم. آخه قبلن به من زنگ میزد، تو حواست به اونجا باشه، منم خودم با مامانت حرف میزنم. باشه؟ باشه. خاله چی کار کردی؟ دخترم من مدل حرف زدنم همینطوریه. مامان این روش درستی نیست. عزیزم اینایی که دور بر آدم میچرخن الکی شیر میشن، ولی من دارم دو کلوم حرف حساب میزنم. خیلی اذیتت نمی کنه. از دست تو، کی میخوای این دخالت بی جا تو تموم کنی؟ هی تو کی دخالت کردن تو حرفای منو تمومش میکنی؟ بابا من باش حرف میزنم، خواهش میکنم. بی خیال دخترم، اگه میخواستی اینقدر حرفو بهم بگی میومدی تو اتاق بهم میگفتی. خب اینجوری سر میز غذا جلوی همه بازجویی رو از من شروع کردی. آبجی ناراحته مامان، آخه اونجا تو شرکت با همه چشم تو چشم میشه. مامان هر کاری کرده کاملا درسته. خب همین دیگه، من به خاطر خودم که باهاش اینطوری حرف نزدم، واسه این حرف زدم چون سارا اونجا کار میکنه. هر روز از شرکت میاد و گریه میکنه. مامان که هیچی، منم نمیتونم تحمل کنم. مامان من به حسن نیتتون شک ندارم، ولی اینطور که شما حرف میزنین اصلا قابل قبول نیست. ببین دخترم، تو لازم نیست نگران چیزی باشی، فعلا این کار ادامه بده، لازم باشه کار بهترم پیدا میکنم. به به آفرین، این شوهرشو طلاق داده یه شوهر خوب براش پیدا میکنی، از یه کار بیرونش کردن و کار بهتر براش جور میکنی. تا
تا کی میخوای دختراتو عروسک خیمه شب بازیت کنی؟ نذاشتی خونشو بسازه؟ حداقل بذار توی کارش راحت باشه. شما میخواین خودتونو درگیر این مشکلات بکنین بکنین، من نمیخوام درگیر این چیزا بشم. خدافظ. بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنه شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه شو داد، به همون قیمتی که تشنه های کربلا پرداخت کردن. گلزار، گلزار کجای پسرم؟ من اینجام بابا. بیا اینجا ببینم. بله بابا. این پول کیه؟ مال من نیست بابا. پس چرا به جیبا دست زدی؟ هیچی، همینطوری. که اینطور؟ دیشب که ما اینجا خوابیدیم هیچ پولی نبود، اما هران این پول از کجا اومده؟ بابا من نمیدونم. راستشو به این بگو، نکنه از خونه یا کیف مامان دزدی کردی؟ نه خیر بابا، من دزدی نکردم. یعنی از آسمون اومده؟ ببین گلزار، مردم گاهی تو شرایط بدشون کارهای بدی میکنن، دزدی میکنن، جیب بری میکنن، ولی ما از اون آدم ها نیستیم. من هیچ وقت دست روت بلند نکردم، ولی اگه ببینم داری دزدی میکنی بعد جوری به حسابت میرسم گلزار. باشه بابا، من واقعیت رو بهتون میگم، این پولو خاله افروز بهم دادش. خاله افروز؟ بله بابا، ولی به من گفت که به کسی چیزی نگم. مامان این پولو برای من و منا فرستاده بود، دیروز صبح وقتی اومده بود این پولو به من داد. مامانت فرستاده؟ خدای من، ای بابا این وقت روز کی اومده نمیذاره خستگیم در بره. صبر کن آقا، اومدم. کدوم بی حوصله‌ای اومده در میزنه؟ الان دیگه چه وقت اومدنه؟ سارا. چی؟ سارا کجایی؟ پسر چی شده؟ سارا، عقلتو که از دست ندادی؟ خونه ی باباته که سرتو پایین انداختی اومدی؟ سارا کجا؟ سارا رو صدا بزنین. چرا صدا بزنم؟ صدا تو بیار پایین پسر، اون دیگه غلام و برده‌ی تو نیست. من نمیخوام با شما صحبت کنم، سارا رو صدا بزنین. آی من کجا خواستم با تو حرف بزنم؟ دخترم تو رو تاج سرش کرده بود، وگرنه آدمایی مثل تو رو، آدمایی مثل تو رو اندازه کف شبم حساب نمی‌کنم. سارا رو صدا میزنی یا نه؟ ببین پسر جان، اول دستتو بیار پایین. اگه تصمیم گرفتی که از دخترم دور باشی، پس سر تصمیمت بمون، وگرنه برات خوب نمیشه. تو همینو به دخترت بفهمون که دور و بر بچهای من پیداش نشه، وگرنه براش خوب نمیشه. و این پولو بگیرین و بهش بگین من گدا نیستم مادر، که پشت سر من را بیایی و به بچهای من پول بدی. بچهای من تو خونه من زندگی میکنن، نه تو یتیم خونه. و اینم بهش بفهمونین، حتی اگر ما از گرسنگی بمیریم حاضر نیستیم از اون کمک بگیریم. Thank you.
بله مامان. تو بچه هاتو میبینی؟ نه. چرا مگه چی شده؟ به من دروغ نگو سارا. مامان آخه چرا باید بهتون دروغ بگم؟ الان کجایی؟ تو شرکتم، خودتون که میدونین. گوشی رو به خاله شمیمت بده. مامان چرا دارین ازم بازجویی میکنین؟ من یه کار مهم دارم انجام میدم، بعدن حرف میزنین. گفتم گوشی رو به خاله شمیمت بده. مامان اون الان دفتر نیست، از کجا پیداش کنم؟ خیلی خوب باشه، گوشی رو بده به یه همکار دیگه. مامان شما هم دیگه دارین زیاده روی میکنین. زیاده روی رو من نه، بلکه تو داری میکنی. چرا به من دروغ میگی؟ چرا دروغی میکنی؟ تو به هم قول داده بودی که بچه ها رو نمیبینی. چرا اونا رو یواشکی میبینی؟ چرا واسه شون پول خرج میکنی ها؟ پول؟ اینو افروز بهتون گفته؟ اون بلال جونت، آره همون پول آورد تو روی من زد و رفت. تو زندگی هیچ کی جرأت نداشت با صدای بلند با من حرف بزنه، ولی اون منو بی آبرو کرد و رفت. چی؟ من بهت پول میدم که سر کارت خرج کنی، تو اون پول واسه اون طوله ها خرج میکنی ها؟ دختر تو هنوز حقوق نگرفتی، حتما وقتی حقوق بگیری همه شو با دست و دلبازی میبری و تقدیمشون میکنی. برو گمشو خونه یه همون، دیگه هم با من روبرو نشو. مامان من بچه همو ندیدم، فقط براشون پول فرستادم. چطوری براشون فرستادی؟ وقتی اومدم خونه با هم حرف میزنی. همینه الان بگو، من دیگه نمیتونم منتظر بمونم، زود باش. فقط یکم پول فرستادم، از این به بعد نمیفرستم، باشه؟ پولو دادی به افروز مگه نه؟ مامان خب چه فرقی میکنه؟ خب آره، کسی دیگه ای که نمیتونه باشه، فقط همونی که ای صداش میزنی بیاد تو اتاق تو باهاش درد دل میکنی. تو بیا خونه، هم به حساب تو میرسم همون افروز. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. آخه این چه حالیه که من دارم؟ تا کی از بچه های مردم مراقبت کنم؟ خدمتکار مفت گیر آوردن. گلزار! گلزار! بله بله عمه. اما اون بلا، بگیر این خواهرتو. مگه من خدمتکارتونم که همه ی عمر خدمت خواهرتو بکنم؟ بگیر ازش مراقبت کن. عمبر چرا بچه رو دعوا میکنی؟ مامان پس چی کار کنم؟ رو سرم بذارمشون و بهشون آب و غذا بدم؟ به لطف شما پوشکشم که من عوض میکنم. عصبانیتی یکی و سر یکی دیگه خالی نکن دختر. حالا شما ببینین اون دختر یه عالم بادکنک میاره به این میده و اینم بیخ گوش ما میتره کنه. چرا بیکار نشسته؟ خب مراقب خواهرش باشه. بابام قراره منو مدرسه ثبت نام کنه، اون وقت دیگه به من نمیگی که شما بیکاری. بفرما مامان، تحویل بگیر. باباش میره سر کار، آقا پسرش هم مدرسه، ما هم خدمتکارشون هستیم و بهشون خدمت گذاری میکنیم. عنبر تو چت شده؟ مامان من نه، شما چتون شده؟ شما اون آدم همیشگی نیستین، چطور میتونین با این قضیه کنار بیاین؟ خب با کی دعوا کنم؟ سارا که تو زندگی بلال نمود. مامان شما میتونین فراموش کنین اما من نمیتونم. ما روزی 10 بار از دست داداش و زنداداش خون گریه می کردیم. بعد رفتن اون من هم دخترتون بودم هم پسرتون شده بودم مامان. اما واقعیت اینه که پسر هر چقدر ناصالح باشه بره و پشت سرش هم نگاه نکنه، اما بازم ما دخترا نمیتونیم جاشی رو بگیریم مامان. شما داداش نافرمانمون رو از خونه بیرون کرده بودین، ولی هیچ وقت از قلبتون بیرونش نکردین. پسرم بیا بریم داخل. چی شده دخترم؟ نه سلامی نه علیکی. دختر من که اینطوری تربیت نشده. بس دیگه بابا، آخه چرا گریه نکنم؟ دخترم تو داری گریه میکنی؟ ولی واسه کی داری گریه میکنی؟ اینو میخوام بدونم. داریم وقتمونو تلف میکنیم، واسه آدمای اشتباه انرژی میذاریم. آخه وقتی کسی خودش نخواد تغییر کنه چطور میتونیم تغییرش بدیم؟ اصلا شما بگین، شما تا به امروز تونستین مامانو تغییر بدین؟ نه، چون مامان خودش هیچ وقت نخواست که تغییر کنه.
والا دخترم، مامانتم در مورد من همین نظر رو داره. اصلا مشکل چیه بگو؟ غیر از آبجی سارا و داداش بلال مگه مشکل دیگه ای داریم؟ یکی رو درست میکنیم، اون یکی سرباز میکنه، دوچرخه با دوچرخ راه میره، ولی ما نمیتونیم حتی یکیشو نگه داریم. بابا امروز داداش بلال اون پولی رو که آبجی سارا برای گلزار فرستاده بود ازش گرفته. گلزار خیلی ترسیده بود و همش التماسم میکرد که دیگه پول مامانشو بهش ندم. خیلی گریه میکرد. خیلی خوب، خیلی خوب. منم گفتم که این هدیه رد و بدل کردنها رو به جز شما دوتا نفر سومی نمیتونه انجام بده. تو دختر، تو چرا اینجا نشستی؟ پاشو بریم ببینم به کارای خونه برس، به وقتش به حسابت میرسم. برو دخترم، راحتت نمیذاره. میدونین من و بابا و شما چه فرقی داریم؟ ما دوتا واسه یه به هم رسوندن قلب‌ها پل میسازیم، ولی شما آبجی ملیحه بین قلب‌ها فاصله میندازیم. من این پل رو خراب میکنم. مار تو آسینم پرورش شدم، دشمن خانواده مونی. افروز، من اینو میکوشم. افروز، رخ پہ لکھی ہے بچپن کہانی، بہتے ہیں آنسو جیسے. دی دی تی وی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.